خب بچه ها پوچی 180 اسمان رو داریم جمع میکنیم، روغن که ازش اومده بیرون رو نگاه کنیم، 400 سیسی روغن نیست. حالا گفتیم که داره جمع میشه، بچه ها روغنش هم اوکی بکنیم نگاه بکنیم، چون این گارد جلو اسپایدر اسیر قطعاتش بچه کلن با تعویض شه، ولی نگاه کنید بچه روغن که هم اومده بعد میگیم چرا پیستون تو این حالت در اومده، موتور این مدلی شده، سواری صفر شده. دوستای عزیز من اگه جایی میارید کار موتورتون انجام بدید، یه جایی ببرید طرف از حداقلای کار سرش بشه، این سر با گفته صاحبش البته سر یه روغن عوض کردن به این حالت در اومده دیگه، نمیدونم حالا داستانش چی است. حالا با امید خدا بچه سرسلن هم بستیم، گارد باید باز شه، اگزوز هم باید بسته بشه، کاربرد باید سرویس بشه، روغن هم فیلترش هم باید چک بشه، بازی بشه، عوض بشه، یه فشار روغن تست بگیریم. با امید خدا بیم رو کارهایی که تو ظاهرش هست، که چون تو ظاهرش هم بچه پا تا دلتون بخواد تو ظاهرش کار است. روز خوبی داشته باشید. موتور بچه کنسول عقبش که همون دومی عقبش باید تعویض شه، گارد جلوش باید تعویض شه، اسپایدرش باید تعویض شه. عرضم حضور شما که موتور سر صدا داره، دودی کلچراش هم باید تعویض شه. این بلایی که سر این موتور اومده از اصفهان اومده تهران، به گفته صاحبشون که مشتری خوبمون هست، این سر یه تعویض روغن اینا فکر کنم یه بلایی سر سیلندر موتور اومده که موتور کلا حالت استیبل خوش داره اومده. بچه‌ها حداقلای کارو اگرم جایی میبرید طرف بلد نیست، حداقل کار خودتون حداقل بر یاد بگیرید که روغن چه موقع باید عوض کنید، چیکار باید بکنید که یه موقع خدا نکره خسارت هلکی نزنید. الان ما این وضعیت قطعات بچه دست به سیلندر میزنید، دو سه تومن خرج سیلندره. صادقانه بهتون میگم یه مقداری تو اینجور مسائل کوشا باشید که مستلزم از اینهای سنگین است. حالا طرف موتورساز میدونه کار انجام بده یا نمیدونه، خودتون حداقل حداقلا رو بلد باشید که بدونی چطوری با روغن عوض کنی، چقدر با روغن بده. هنوز بعد این همه سال روغن آپاچی تو ایرانه بچه، هنوز میپرسن چقدر روغن پیش بریزیم، در حالی که رو در کلاژ آپاچی دوست از من نگاه کنی که حالا اجازه بستیم در کلاژ آپاچی زده گرید، بچه رو در کلاژ آپاچی زده گرید، ولی هنوز میان توی اینستاگرام سازان یا توی یوتیوب یا توی اینستاگرام میان سوال میکنن آقا تو آپاچی چقدر روغن بریزیم، فیلتر عوض کنیم، یک و دویست بریزیم خوبه. دوست از من رو خود کارتر زده یک دیت، یعنی که کارخونه بهتون گفته چقدر بریزیم. بازم یه سری سوالا و یه سری حرکت‌های الکی که باعث میشه این موتورهای مردم اینجوری خراب بشه، مستلزم از اینای سنگین بشه. حالا موتور چه کار داره؟ کمک جلوش هم این روغن زده، گارد جلو و اسپایدرش هم تعویض شده، سیلم بسته شده بچه‌ها که بسته شده، سرسنده بسته شده، فشار روغن رو بگیریم، یه تایم بگیریم روشن کنیم، فشار روغن رو بگیریم، بعد بریم کارهای دیگه که تا دلتون بخواد کار داره، سرویس کاربرات و یه سری قطعاتی که مثل این دودی جلو که بچه‌ها باید تعویض بشه. خوبه شوش.